سلام، من ابوالفضلم و امروز میخوام در مورد داشتن نقشه جایگزین صحبت بکنم. ست گودین تو کتاب مهر حیاتی میاد میگه که دوستان و مشاورای ما که بی تردید دوست دارن که به هنرمندا کمک بکنن، همیشه پیشنهاد میکنن که یه پلن جایگزینی داشته باش که اگر نتونستی هنرتو به یه جایی برسونی، بیای به این یکی تکیه بکنی. و خیلی هم ما این جمله رو میشنویم. میگه حاصلش خیلی مشخصه. شما به محض اینکه میاد یه پلن جایگزین طراحی میکنید، دیگه به جای اینکه بگید من انجامش خواهم داد، میاد میگید که من تمام تلاشمو میکنم که انجامش بدم، حالا اگر نشد میام سراغ این. میگه شما تا این جمله رو میگید، درو برای مغز مارمولکی باز کردید، دیگه اومده تو، شروع میکنه باهاتون حرف زدن. آقا چه کاریه وقتی پلن به این خوبی برای جایگزین طراحی کردی، چرا میخوای اینقدر به خودت سختی بدی؟ آخه چرا اینجوری میخوای بکنی؟ شروع میکنه اینقدر باهاتون حرف میزنه تا قانعتون میکنه برید تمام پلن جایگزین رو انجام بدید. میگه یک جورای آدمایی که به هر چیزی که میخواستن تو زندگی رسیدن یا به خیلی از چیزا رسیدن، اینه که برای اینکه هدفی رو مشخص میکنن، هیچ وقت پلن جایگزین واسش ندارن، میرن تا اون کارو انجامش بدن و تمومش بکنن. من یاد یه افسانه افتادم که یک جورایی فکر کنم طارق بود که میخواست از جبل طارق عبور میکنه برای اینکه اندلس رو فتح بکنه، طارق ابن زیاد، و کشتی ها رو آتیش میزنه و چون تناسب هم نداشته، اونا 40,000 تا بودن، اینا 12,000 تا. میگه ببین ما هیچ راه برگشتی نداریم، این جنگید تا پیروز بشیم، و اینا واقعا میجنگن و پیروز میشن. البته من چند تا چیزم خوندم، روایت هم خوندم که بیشتر شبیه افسانه است، ولی خب افسانه جذابیه. یه بوکسر هم هست که این دیگه واقعیته، که توی اینستاگرام فکر کنم من دیده بودم کلیپش رو، که میگه من هر بار میرفتم توی زمین اصلا پلن بی نداشتم، میجنگیدم برای بردن، پلن بی وجود نداشت که مثلا اگه این نشد یه برم یه کار دیگه ای بکنم. توصیه میکنم کلیپش رو پیدا بکنید و خیلی برای من خود من جذاب بود. داشتم نگاه میکردم، منم تو کل زندگیم هیچ وقت پلن بی نداشتم، این اصلا هیچ وقت خوشم نمیومد، چون مثلا میگم من میخوام باقا به این برسم، اینقدر میجنگم تا به همین برسم. یک جورایی میگن باید وقتی میخوای به یه چیزی برسی، زمین و زمان رو به هم بدوزی تا بتونی به اون برسی.